به نام آن که در بدایت، بدایت همه چیز و در نهایت، نهایت همه چیز اوست. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند، نبود بکار، آب اندر ناودان آریتی است، آب اندر ابر و دریا فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما سروران گرامی. مباحثی رو که دنبال میکنیم، همطوری که دنبال میکنید شما و استحضار دارید، مربوط است به شرح دفتر چهارم مثنوی معنوی. قسمت پایانی این بحث را خدمت شما گفتگو میکنیم. همطوری که عزیزان استحضار دارن، در قسمت پایانی دفتر چهارم مولانا به دنبال بحث اطوار خلقت و سفر انسان، این سیر و سلوک انسان، این مسافرت انسان رو متصل کرد به بحثی تحت عنوان تحیر و حیرت عارفانه، داستان مواجهه پیامبر اکرم با جبرئیل، حضرت جبرئیل رو بیان کرد که در اینجا ابتدا این بحث رو مطرح کردن که جبرئیل بر پیامبر آشکار میشه و در برابر آشکارگی جبرئیل پیامبر مدهوش میشه، بیهوش میشه و از اون طرف در مرتبه دوم، یعنی در یه صحنه دیگری، حقیقتی رو ترسیم میکند مولانا، و اون این که این بار جبرئیل در برابر سلوک پیامبر میمانه و متوقف میشه، میگه من حدم در این حد است و نمیتوانم به بالا و بالاتر که تو صعود کردی و به قول قرآن به اون سدرت المنتها رسیدی، یعنی به اون انتهایی که تو رسیدی، من نمیتونم صعود کنم. این بحثی بود که به عنوان ابیات پایانی دفتر چهارم عزیزان قرائت کردن. من هم یک بخشیش رو در نوبت گذشته قرائت کردم و دیگه قسمت‌های پایانی فقط اون قسمت دوم مربوط می‌شود به همین بحث حیرت که می‌فرماید حیرتان حیرتان در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. که این بیت، یعنی شاه بیت آموزشی این ابیات همین اینه. دیگه قسمت‌های بعدی راجع به حسام الدین هست و نحوه برخورد با سالکین هست و کسانی که تربیت میخوان بشن و ارتباط با مردم، اونا بحث میشه. اما اون بحث اصلی ما تحیره که من امروز این بحث رو به پایان میرسونم. البته بحث پربسامد و وسیع است. ابیاتی هم که الان خدمتون به عنوان تلیعه بحثم خدمتون ارائه دادم، مولانا همین رو به ما میگه. میگه آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند، نبود بکار. یعنی میگه که شما در این معرفتتون گاهی ناودون هستید، گاهی نه، به دریا میرسید. اینجا که انسان به دریا میرسد، در این رسیدن یه مقامی، یه حالی، هم گفتن حال هم گفتن مقام. وقتی ما میگیم حال، یعنی یه احساس عاطفی است که میاد و میره. مثل که مثلا شما میگی حال من امروز این، اصلا حال اصلش بوده حوله، یعنی تغییر و تحویل و دیگرگونی دیگه. وقتی میگه حال من، این از حالاته، یعنی میاد و میره. اما گاهی گفتن نه، اصلا تغییر یه مقامی است که انسان به اون مقام میرسه، اما اون مقام مقامی است که اشتداد داره. و به همین جهت روایتی از پیغمبر نقل کردم که پیامبر دعا میکنن، در دعاشون میفرمایند که رب زدنی فیک تحیرا، خدایا من این تحیر چقدر خوبه و اینقدر این تحیر رو دوست دارم و این تحیر چقدر عالیه و چقدر خوبه. این استش که این بحث بحثی است که قابل توجه در عرفان و در نگاه مولانا. اولا من خدمتون عرض بکنم، من بارها این رو مطرح کردم که بحثی رو با دوستان داشتم تحت عنوان مدارج و مراتب وجود و هستی و هر آنچه که به عنوان مقوله عرفانی
در وجود شناسی ما مطرح میکنیم داره مراتب هم. اینو بارها مثال زدم، مثلا نور دارای مراتب، نور یک شمعی داریم، نور پنج شمعی داریم، نور ده شمعی، 500 شمعی، 5000. علم همینه، علم یه مرتبه دانی داره، یه مرتبه متوسط داره، یه مرتبه عالی داره، یه مرتبه فوق عالی داره. ایمان همینطوریه. اینکه خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، سوال من یعنی چی ما ایمان بیاریم؟ اگه ما ایمان آوردیم چرا خدا به ما میگه ایمان بیارید؟ و اگه ایمان نیاوردیم چرا خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله؟ ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیارید به خدا. مثل که من به شما میگم ای کسایی که الان امروز اومدید بیاید توی این کلاس، خب اومدید توی این بحث ما، الان شما حضور دارید، دیگه گفتن نداره. این اینجا اون مراتب رو میگه، یعنی ای کسانی که ایمانتون در مرتبه دهه، باید بیاید و یه مرتبه عالی تر رو شما طی کنید. ایمان تقلیدی دارید، این ایمان ایمان تحقیقی بشه، ایمانی که در تو شور ایجاد کنه. حالا همینطورم اگه من به شما بگم که تو این کلاس بیای، یعنی یک کسانی که الان جسمتون ارتباط داره با من یا با این درس یا با مولانا، ذهنتون یه مقداری ارتقا بدید. حالا به هر حال اینا رو از من زیاد شنید. وقتی که ما این مراتب رو میایم مطرح میکنیم، مثلا میگیم مرتبه یک، مرتبه دو، مرتبه سه، مرتبه چهار، مرتبه پنج و همینطور تا مرتبه دیگه، در هر مقوله ای این مرتبه دو نسبت به مرتبه سه دو بعدیه، اما این سه بعدیه. مرتبه چهار نسبت به سه چهار بعدیه، این سه بعدیه. از این جهت وقتی که شما در نظر میگیرید هر مرتبه بالاتر اخصه، یعنی خاصتره، یعنی اشتدادش بیشتره، یعنی آثارش بیشتره نسبت به مرحله عرض میکنم پایینتر از خودش، نسبت به پایین تر از خودش. یعنی اونی که سه بعدی است بر دو بعدی احاطه دارد، مسلط بر دو بعدی است، اما دو بعدی نمیتواند احاطه بر سه بعدی پیدا بکند. دقیقا در مورد پیامبر و جبرئیل این بحث مطرح شد. همه عزیزان میدونن که اونجایی که پیامبر تحیر پیدا میکنه، جسم پیامبر و جنبه بشری جسمانی فیزیکی پیامبر، یعنی عقل جزئی پیامبر دچار حیرت میشه، یعنی یه مرتبه از مراتب انسانی دچار حیرت میشه. اما اونجایی که جبرئیل دیگه نمیتونه بالاتر بره، اونجاییست که اون عظیم الخلق و اون حقیقت باطنی انسان وقتی که ظهور بکنه همه هستیست. یعنی از نظر عارف انسان همه هستیست. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. بله، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. خب حالا این مقامی که ما الان میاییم مطرح میکنیم به نام مقام تحیر، این چیه؟ من این رو ابتدا برای شما توضیح بدم و توی پی دی افی هم که خدمتون تقدیم کردیم این مباحث رو آوردم. توجه بفرمایید، ببینید ما ساده نگیریم. ما اولا این مقام، مقام رسیدن است، مقام کشفیه، مقام کشکی نیست که ما بتونیم بیاریم و فرمولش کنیم و یه متدی رو بگیم الان حیرت این. اما به هر حال ما یه انگاره از تحیر رو میخوایم برای شما بیان بکنیم. خب این تحیر، این انگاره رو شما وقتی که نگاه بکنید، من قبلا هم عرض کردم در به اصطلاح هفت شهر عشق، عطار اون هفت شهر عشق رو که بیان میکنه، یعنی هفت وادی رو که بیان میکنه، جلسه قبلم گفتم وادی اول عبارت است از طلب، وادی دوم وادی عشق، وادی سوم وادی معرفت، وادی چهارم وادی استغنا، وادی پنجم وادی توحید، وادی ششم وادی تحیر، و وادی و شهر هفتم فنا است. خب اینا رو همه رو عطار چقدر زیبا بیان کرده. حتما شما این نمایشنامه رو رفتی دیدید، نمایشنامه مرغان و بعد پروازی که مرغان میکنن و باید به سی مرغ برسن، یعنی باید به خودشون برسن، به سی مرغ که خودشون هستن. حالا اون داستانش بسیار بسیار زیباست و چقدر در دنیای غرب به این نمایشنامه‌ای که عطار نوشته توجه شد. بعد اگر شما مراجعه بفرمایید به همین هفت شهر عشق، تو بحث تحیر عطار میاد حکایت ها و قصه های مختلفی رو میگه که این قصه ها یه مقداری میخواد
ما رو به اون تحیر نزدیک کنه. قصه های خیلی قشنگی میگه. قصه دخترک پادشاهی که عاشق غلام خودش میشه، قصه مادری که بر قبر دختر خود اشک میریزد، قصه حکیمی یا عارفی که برخورد میکند با شخصی که کلیدش رو گم کرده، پشت در میگه کلید کلید در رو باز کنید. این حکایت ها رو اگر برید، حکایت خیلی هم شیرین و زیباست، اگر عزیزان برن و این رو یک بررسی بکنن، یه مقداری شما متوجه میشید که این مقام تحیر چه مقامی است. حالا اون قصه شاهزاده مطرح میشه که در قصری، اینو خیلی قشنگ تصویر میکنه که یک دختر بسیار بسیار خوش چهره و زیبا و جمیلی است، دختر پادشاه که یک پرنسسه. بعد عطار میاد خلاصه چهره این دختر رو تصویر میکنه برای ما که چقدر زیباست، موهای بلندی داره، ابروانش رو توصیف میکنه، ابروان کمان داره، چشمان او، بینی او، صورت او، و خلاصه در زیبایی و در جمال این دختر پادشاه زیاد سخن میگه عطار. و بعد این زیبارویی رو که خیلی قدرتمند، خب بالاخره پرنسس هست در یک قصر، در یک قصر زیبا، وقتی که این دختر رو با این زیبایی و با این نیرومندی که نیرو هم داره، یعنی در قصر این نیرومنده، در برابر او یک غلامی رو مطرح میکنه، یک غلامی وارد بر قصر میشه، این دختری که در خانه خودش و در اقامتگاه خودش کنیزان و قلمانان و خدمتگزاران و زیبارویان همه او رو دیزاینش میکنن، خدمت بهش میکنن، بهش میرسن، این دختر چشمش به این غلام میفته که وارد قصر میشه و عاشق این غلام میشه. یعنی یک حالت شیدایی و یه حالتی که حالت عاشق دیگه، یعنی تمام دلش رو به این غلام میده. ولی از اون جایی که این دختر در یک ابهت و کبریایی قرار داره، یعنی در اوج قدرت و استغنا، اما این غلام در اوج نیازمندی است و بیچیزی است و اساسا توجه این دختر به این غلام به عنوان یک جرم مطرحه، اصلا عرف این رو نمیپسنده. این دوتا موجود رو در برابر هم قرار داده و بالاخره این دختر طاقت نمیاره و سر خودش رو با کنیزان خودش، کنیزکان خودش بیان میکنه، که با اون کسانی که خدمت، با ندیمان خودش بیان میکنه که من عاشق این غلام شدم. بعد ندیمان وقتی حال برافروخته او رو میبینن، پریشانی و اضطراب او رو میبینن، میخوان کمکش کنن، میگن قصه نخور، ما کاری میکنیم که تو به وصال این غلام برسی. این غلام هم بالاخره جایی داشته، مکانی داشته، اینها، این داستان در اونجا مطرح شده که اینها میرن، این ندیمان میرن به یک، به هر حال شعبده، به یک روشی، با یک مکری وارد اتاق این غلام میشن، شب به او یه داروی بیهوشی میدن، تقریبا یه مقداری اینو بیهوشش میکنن یا یه مقدار اون داروی بیهوشی اینو مستش میکنه و اینو همینطور بر میدارن از اتاقش، میارن توی حرم پرنسس و روی تخت پرنسس و در کنار پرنسس قرار میگیره که پرنسس با دیدن او به وصال خودش برسه. و غلام در حالتی که قرار داره، در حالت بیهوشی و هوشی، چشمای خوش رو گاهی باز میکنه، گاهی میبنده، میبینه که کجا آمده، در چه سرایی قرار گرفته، من غلامم، من اینجا، این تختی که در اینجا قرار گرفتم و این صورت زیبا، همطور مات و مبهوت. و به هر حال در اونجا داره عطا خیلی زیبا بیان میکنه که جامی از شراب این پرنسس به او عطا میکنه، به این غلام، و به دنبال او برای اینکه بعد از شراب، حالا اینا رو عطار میگه، نقلی میدن، این هم یه بوسه ای حواله میده به این غلام و او رو میبوسه و دیگه غلام خیلی در این حالتی که قرار گرفته، همینطور در حالت هوش و بیهوشی که قرار گرفته، نمیدونه چی بگه. بعد خلاصه این غلام باز به خواب میره در اونجا در آغوش این پرنسس و سحر و صبح قبل از آنی که به هوش بیاد، اینو بر میدارن و میارن و توی همون جای خودش قرار میدن. این وقتی که به هوش میاد، یه حالی پیدا کرده که دچار تحیر بوده، این رو میاد میخواد بگه که این سیری که من داشتم، دقیقا این سیمبول داره ها، یعنی این سیمبول دختر پادشاه معشوق ازلی است که با توجه به اینکه اون ابهت و کبریایی رو داره، توجه میکند به یک موجودی که
واقعا بی ارزشه و میخواد دست او رو بگیره و این مقابله اون امر عظیم در برابر این جهان صغیر را در اینجا داره به ما نشون میده. و اون ندیمانی که میان میره اون مست میکنن، اون مسیحایی است که در سلوک الله این عارف کشف میکنه، درک میکنه و اون به خود آمدن، تمام اینها رو عطار سیمبولیک در اونجا بیان میکنه و توجهی که حق به این بنده داره و این فیضی که به این بنده میرسه. بعد به خودش میاد، شروع میکنه گریه کردن. بعد میگن چرا گریه میکنی؟ میگه سر من یک مسئله پیش اومده که نمیتونم بیان بکنم، اصلا زبان من قاصر است از اینی که بخوام بیان کنم که من کجا بودم و الان کجا آمدم. اینجا تحیر به عنوان یه حال در این قسمت مطرح میشه. خب این خواستم فقط یه اشاره بکنم به این حکایت که عزیزان مراجعه بکنن. در اونجا عطار قصه های دیگه هم میگه، اونجا باید شعر خونده بشه، تفسیر بشه و حتما شما خب این درایت رو دارید که اون ادب عطاری آشنا هستید و میتونید این سیر رو در اونجا دنبال کنید. این مطلب اول. مطلب دوم این که خوب دقت بفرمایید، وقتی که ما میریم تو پوست مولانا و تو پوست عارفان که این مسئله تحیر رو مطرح میکنن، این تحیر کجا مطرح میشه؟ این تحیر، تحیری که ما داریم اینجا بحث میکنیم، خوب دقت بفرمایید، وقتی که میگن حیرت عارفانه یا تحیر عارفانه، این تحیر در مواجهه مطرحه، درسته؟ کمی که این غلام مواجه شده با کی؟ با اون پرنسس. در اینجا یک مواجهه صورت میگیره. دقت بفهمید، مواجهه یعنی چی؟ مواجهه، مواجهه کلمه عربیه، مواجهه یعنی فیس تو فیس، یعنی در اینجا وجه که میگیم یعنی صورت، صورت یعنی نه این صورت بنده که شما الان دارید میبینید، صورت یعنی همه وجود من، منتها به این میگن وجه، برای اینکه اولین موردی که شما باش روبرو میشید همین صورت آدم هست دیگه. وقتی میخواید یه نفر رو بشناسید باش مواجه میشید، با همین صورت شما مواجه میشید. خب این مواجهه که در قرآن هم داره، امنی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، وقتی آدم میخواد نماز بخونه یا عبادت میخواد بکنه به طرف او که قرار میگیره دستاشو بالا میگیره قبل از اینکه اقامه بکنه و هر چی که دلش میخواد میگه، خواسته هاشو بیان میکنه. بعد باید این آیه رو در مد نظر داشته باشی، من مواجهه یعنی فیس تو فیس. حالا این فیس تو فیس که ما داریم میگیم مراتب داره، باز دو مرتبه، درست شد؟ یه مرتبهش اینه که الان شما دارید به من نگاه میکنید، من دارم با شما صحبت میکنم، فیس تو فیسه، سرتون هم تکون میدید، تقریبا هم متوجه میشید که من چی دارم میگم. این تقریبا رو ببخشید، من اینو به کار میگیرم مثلا، چون هر کسی کس دیگر رو نمیتونه کامل درک بکنه. خب وقتی که شما دارید به من نگاه میکنید، اینجا مواجهه حسی با من دارید، گاهی مواجهه مواجهه ذهنی است، یعنی صورت ذهنتون با من میاد، گاهی مواجهه مواجهه عقلیه، یعنی عقل شما با من هماهنگ میشه، یعنی عقلانیت من میاد کنار عقلانیت شما، مثل دو تا نور کنار هم دیگه قرار میگیره، درست شد؟ بعد مواجهه از کنم قلبی، یعنی شما ممکنه با یه نفر داری صحبت میکنی قلب تو به اون نمیدی، دل تو به اون نمیدی، فقط عقل تو به اون میدی. بنابراین وقتی شما دل نمیدید زود خسته میشید. مثلا بنده الان دارم به حرفای یک نفر گوش میکنم، اگه من دلم رو به او داده باشم هر چی حرف بزنه تا صبح بازم میگم خسته نشدم، بگو بگو، من در برابر تو هم، یعنی من حسرت گفتار تو رو داشتم. اونجا مواجهه قلبیه، قلبم رو دادم، یعنی خودم رو دارم به او میدم، قلب یعنی همه هستی من وجودم رو دارم به او میدم. و آیا بالاتر از این عقلی و قلبی مواجه های دیگری وجود داره؟ بله، اونا مواجه هاییست که از او تعبیر میکنم به مواجهه سری، مواجهه عرض میکنم که باطنی و مواجهه های دیگه که الان ما نمیخوایم واردشون. این تحیر در اثر مواجهه هست، خوب دقت بکنید. خب وقتی که این مواجهه مطرح میشه، مواجهه با چه چیزی؟ مگه ما اطوار خلقت رو نخوندیم؟ این مواجه میشود با وجود، با وجود، با عدم که مواجهه پیدا نمیکنه، یعنی با یه هستی این مواجه میشه، این با یه هستی مواجه میشه، یعنی عارف میگه من با یه هستی میاد من درکش میکنم. درکش میکنم یعنی نه اینی که الان بنده مثلا این عینک رو درک میکنم، نه، اون درک درکیه که همه وجود من رو میگیره، میاد همه هستی من رو احاطه میکنه. حالا دقت بفرمایید، خب وقتی که ما میایم میگیم وجود،
اینا با این وجود که مواجه میشن، یعنی با حقیقت که مواجه میشن، دچار تحیر میشن. چرا دچار تحیر میشن؟ چرا دچار تحیر کجاست؟ خب دقت بفرمایید، شما ممکنه یه جا بگید که آقا من رفتم اینجا توی لوستر فروشی و از دیدن این چراغ ها دچار تحیر شدم که کدومشون رو انتخاب بکنم. گاهی ممکنه از رفتار یه نفر بگید من متحیرم در برابر این آدم. اما توجه بکنید، این تحیری که توی عرفان مطرح میشه جوهرش تناقضه. یعنی این تناقض میبینه، تناقضها رو میبینه. خب وقتی که این تناقضها رو میبینه، ببخشید، این تحیری که اینجا مطرح میشه، اینجا نوشتم تحیر، این تحیر جوهرش تناقضه. دقت فرمودید، جوهر این تحیر تناقضه. یعنی عارف در مواجهه با وجود دچار تناقض میشه و این تناقض انقدر زیباست که دائما دوست داره که این حیرت ادامه داشته باشه. بر خاطر من پیغمبر اکرم گفتم اول که میفرماید رب زدنی فیک تحیرا، در خودت این تحیر رو بر من اضافه کن. ببینید حالا من اینا رو براتون میگم، این تناقض و پارادوکس کجاست. ببینید اینا میان میگن وحدت وجود، اینا وحدت وجودی هستن. خب و مولانا وقتی که شما نگاه میکنید میگه که در اونجایی که میفرماید که بله ما همه شیران ولی شیر علم حملمان از باد باشد دم بدم، ما هممون شیریم و اما شیری که روی پرچم قرار گرفته و حمله این شیر از اون باد است. حالا اینا همه میخواد بگه که چی میخواد به ما بگه وحدت وجود یعنی چی؟ وحدت وجود، حالا باز وحدت وجود هم بعدم باید حس کنیم، وحدت وجود یعنی یک وجود عالم رو پر کرده و بس. همین لا اله الا الله یعنی هیچ موجودی نیست مگر الله. این نگاه عارفه، اینو میگن وحدت وجود. درست شو؟ من از این وحدت وجود، اگه انسان به این وحدت وجود برسه، در این وحدت وجود تناقض وجود داره. همین الان که داشتن این اشعار رو شرح میکردن تناقض نبود تو صحبتهای ایشون؟ تناقض کجاست؟ تناقض اونجاست که میگه ایوب صبرش از خودش نیست، از اونه. اون این صبر رو به ایوب داده. خب اصلا اون به ایوب داده هم غلطه از نظر عارف. اصلا ایوب خود اونه. اینطوری باید گفت. وحدت وجود معناش اینه. ایوب خود اونه. و مگه ما نمیگیم یک وجود عالم را پر کرده که بهش میگن وحدت. ما در اینجا میایم این قاعده رو که مطرح میکنیم، میایم میگیم چی؟ ما میایم میگیم وحدت. خب وحدت در برابرش چیه؟ در برابرش کثرت. شما چجوری اینو میخوای حل بکنی؟ شماها هستید یا نیستید؟ یعنی الان زینب خانوم، نمیدونم فاطمه خانوم، آقا ایرج، آقا مصطفی، اینا هستن یا نیستن؟ خب اینا که خلقن. اگر این وقتی که مواجه میشه با حق، با جلوه های حق، اون تحیر اینه که میبینه بله همین حق یک تناقض داره. یعنی از یک طرف حق است، از یک طرف خلق است. خود همون حقیقت از یک طرف خلق است. یعنی از یک طرف حسن است، حسین است، مصطفی است، این صورت است، آن صورت است، آن صورت است، این صورت است، این میمونه. و از یک جهت هم حق است، یعنی جنبه حقی دارد، بی صورت و جنبه صورت. همین رو، این تناقض در اینجا صورت میگیره دیگه. ببینید شما وقتی که یه آیه قرآن، من بارها این آیه رو مولانا بارها و بارها آورده است، خداوند به پیغمبر میفرماید که و ما رميت إذ رميت ولكن الله رما. ببینید این آیه قرآن مولانا اینو چقدر به کار برده. شما نمیگه اینجا تناقض هست یا نیست؟ بله تناقض دیگه. ببینید اینجا میگه و ما نفیه. خداوند به پیغمبر میگه تو تیر ننداختی، رمیه یعنی تیر انداختن. خداوند به پیغمبر میگه و ما رميت، تو تیر ننداختی. خب پس پیغمبر تیر ننداخته، درست شو؟ اما بعدش میگه چی؟ میگه از رمیت، وقتی که انداختی. خب این الان تناقضه دیگه. وقتی که انداختی تو ننداختی. مثل که من به شما بگم وقتی که اومدی نیومدی، وقتی گفتی نگفتی، وقتی نشستی ننشستی. خب این که نشد آقا، این تناقضه دیگه. خب حالا شما اگه تونستی اینو حلش کنی،
حلش کجاست؟ اونجایی که میبیند و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی میبینه هم پیامبر تیرو انداخته هم اون تیرو انداخته، نه اینکه دوتا. باز این دوئیت غلطه. اگه شما بگی که این یکیه اونم یکیه، یعنی این دوئیت و این جدایی خود همین تناقضه. حضرت علی میگه داخل فل اشیا، خدا داخل در اشیا است، لا بالممازجه، ولی ممزوج با اونها نشد. خارج عن الاشیا لا بالمباینه، خارج از این اشیا است ولی بینونت بینشون نیست. یعنی هم خارجه هم ممزوجه. چطور میشه یه چیزی هم خارج باشه هم ممزوج باشه؟ ما اینو با عقل جزئیمون نمیتونیم درک بکنیم. چرا؟ برای اینکه عقل، این که من میگم تناقضه، این که من میگم تناقضه، این تناقض رو عقل نمیپسندد، چون از نظر عقل تناقض در عالم امکان نداره. یعنی دوتا نقیض با هم دیگه جمع بشه. دوتا نقیض چیه؟ اینی که این هستی واحد هم خدا هست هم خدا نیست. این خیلی مهمه. مگه ما نمیدیم یک وجود است؟ آیا این وجود خداست؟ خب خداست. پس گوزن و شطور و آسمان و ابر و خورشید هم خداست. خب این که شد محدود. بنابراین از این وجود واحد خداست یا خدا نیست؟ اگه بگید که نه این وجود واحد فقط خداست، میگیم خب بقیه چی هستند؟ بقیه وجودات جدا هستند. پس اینجا وحدت دیگه معنا نداره. شما به وحدت نرسیدی. ولی وقتی که رسیدی میبینی همون یکی هم اول است هم آخر است، هم ظاهر است هم باطن است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هم اول هم آخر هم ظاهر. ظاهر یعنی ظهور داره دیگه، ظهورش اینطوریه. تمام این تحیر از این مقام برمیخیزد. خب حالا اجازه بدید برگردیم به پی دی اف. من امروز زیاد نمیخوام شما رو اذیت بکنم، که در پی دی افی که داریم عزیزان مشاهده میفرمایند که من اجازه بفرمایید که من این رو شیر بکنم با شما. نظام این به هم ریخته اینجا. بله بله. خب عرض کنم خدمتون که بله، در اینجا من اجازه بفرمایید که این اشعاری که آوردم اینجاست که مولانا میگوید که آسمان شو، ابر شو، باران ببار. یعنی به این وحدت برس. آسمانی شو، ابر شو، باران ببار. ناودان یعنی اگه بخوای دنبال جر و بحث و عقل جزئی باشی، یعنی اونجایی که میگه این تناقض، من این تناقض رو نمیفهمم. بله ما نمیفهمیم. یعنی این تحیر در اونجاییست که شما همه هستی شما تحت تصرف و تسخیر یک موجودی واقع میشه. آسمان شو، ابر شو، باران ببار. ناودان بارش کند نبود بکار. آب اندر ناودان آریتیست. یعنی شما یه علمی داری که این علم علم دراستیست. علم دراستی یعنی درس خوندی، دقت فرمودید. اون آبی است که تو ناودانه، یعنی اون علم دراستی ثبات نداره. اون علم دراستی ممکنه تو رو عوض بکنه، ممکنه تو رو عوض نکنه. اما یه علمی داریم به نام علم فراستی. علم فراستی که این فراستی همون نور الهی است که این منو عوض میکنه. اصلا من یه آدم دیگه میشم. همون که میگیم مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. آب اندر ناودان آریتی است. آب اندر ابر و دریا فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان. یعنی ما بخوایم فکرهای جزئی و عقول جزئیمونو به کار بگیریم توی این مسیر تا یه اندازه ای کمک میکنه، ولی از اون اندازه به بعد باید شما سیرت عوض بشه، همطور که قبلا هم بنده عرض کرده. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. اونجایی که به دلت وحیی که ما توضیح دادیم مثل آسمان، وحی و مکشوف است آب و ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد. وقتی تو بارانی بشی این همه زیبایی ایجاد میکنه، تفاهم به وجود میاد. هیچ
مرد حقی با مرد حق دیگری در جنگ نیست. تخاصم اونجایی است که ما امور جزئی بر ما غلبه پیدا کرده است. جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. خب ما اینجا اومدیم حیرت رو برای عزیزان توضیح دادیم، میگیم از رویارویی با امور ناشناخته، نه امر شناخته شده، که حیرت نمیاره، تحیر نمیاره، یعنی برخلاف قاعده، برخلاف نظام علت و معلول، برخلاف اون چرا که عقل ما میگه تناقض باطل است. حیرت از رویارویی با امور ناشناخته و خلاف توقع بر افراد انسانی عارض میشود. دقت فرمودید. خب حالا حیرت عارف از چیه؟ حیرت عارف از تجلیات ناگهانی باری تعالی. باری تعالی تجلی میکند بر او. تجلی میکند یعنی نه که قلم به نور میبینه، یعنی توی زندگی میبینه که گاهی به داغم میکشی، گاهی به باغم میکشی. وقتی داغش میکنن میدونه که داغ کننده چیه و میبینه، این رو حس میکنه. اونجایی که به باغش میبرن میدونه که صاحب باغ کیه و کی او رو برده. اصلا او رو برده، این باز نمیتونه بگه منو بردن. در این مرحله، در اونجایی که هست اون شعر زیبای مولانا که میگوید که بوی آن دلبر چو پران میشود، بله جمله زبانها همه حیران میشود. این بیت دومش یادم رفته، بوی آن دلبر چو پران میشود، آن دو صد زبان یا اون زبانها آن زبانها جمله حیران میشود. خب تجلیات ناگهانی باری تعالی ناشی می‌گردد. بر این اساس حیرت از حالات مهم عارفان هست، یعنی اینها صاحب حال میشن. خب در این ابیاتی که امروز خوندم، یعنی قسمت اولی که قرائت شد و من این اشعار رو دادم که بخونن و خانشی در اینجا باشه و حضوری باشه، در اونجا مولانا حیرت رو دو قسمت کرده، یه حیرتی که حیرت مذمومه و یک تحیری که تحیر ممدوحه، یعنی تحیری که از توش معرفت در میاد. تحیر مذموم رو در مورد حضرت آدم مطرح کرد که آدم در اونجا بر اثر ذهنیت خودش به یک تحیری رسید نسبت به اون درخت ممنوعی که در اونجا مطرح بود. حالا اینا در اسطوره آمده است که اون درخت رو شیطان به آدم وسوسش میکنه که این درخت انقدر تأثیر داره در زندگی تو که اگر به این درخت نزدیک بشی تو مخلد و جاوید میشی. هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای تو رو ببرم به سمت درختی که همیشه بمونی؟ اونجا دچار تحیر شد، یعنی تحیری که شیطان بر او وارد میکنه، گولش میزنه، ذهنیت هایی که ما برای خودمون ایجاد میکنیم تو رؤیاهای خودمون، اونجا رو مطرح میکنه که مذموم و عرض کنم ممدوح تقسیم شده. خب حالا از نظر مولانا براتون عرض کردم که حیرت عارفان را تجلیات ظاهراً متضاد باری تعالی میبیند. دقت فرمایید که هرچه این حیرت گسترده میشه، معرفت او نسبت به حضرت حق بیشتر میشه. خب حالا این حیرت رو هم براتون توضیح دادم. در لغت تعجب هست، سرگردانی هست، بیخودی، اعجاب، اینا همه ترجمه است که برای تحیر کردن، تردید، دودلی، گیجی. و این هم که اینجا مطرح شده که گفتن حیرت جزء احساسات و عواطف انسانه، جزء عقیده انسان نیست، جزء احساسات و عواطف و هیجانات انسانه که تبدیل گاهی تبدیل به حال میشه و گاهی میماند، ملکه میشه، تثبیت میشه و این در ما تبدیل به چی؟ مقام میشود. خب در اینجا باز یه نکته دیگر رو براتون عرض کردم. حیرت زمانی است که شما با یه عمدی روبرو میشید که مفهوم ناپذیره، یعنی شما نمیتونید اون مفهوم رو اونو بیارید توی مفهوم. مثلا در حالت عشق، حالا تحیر عاشق رو شما در نظر بگیرید، وقتی که انسان دچار عشق میشه و این عشق به سراغ او میاد، نمیتونه این رو بیاره در قالب مفهوم بیان بکنه. و به همین دلیل قبلا بنده عرض کردم در بحث خیال که عارفان ما دچار شطح میشن، دچار تناقضگویی میشن. بنابراین وقتی مفهوم ناپذیره، توصیف ناپذیر هم هست، امری که هم خود آن را درک میکنی و هم ناتوانی ذهن و زبان را از کشیدن بار هستی آن درک میکنی. یعنی ما میفهمیم که ذهنمون نمیتونه این رو
درک بکنه. خب بعد اینجا انواع حیرت رو بنده بعضی هاشو براتون گفتم. حیرت حاصل از هدایت و علم، اون به یعنی و و علم، اون حیرتی است که همطور که عرض کردم میگه بر حیرت من بیفزا. حیرتی که حاصل از جهل و نادانیه که خدمتون عرض کردم. حیرت ببینید اینجا گفتم که اینا به تناقض میرسن. گاهی حال انسانها اینطوری میشه که این انسانی که حالا اسمشو میذاریم عارف، آنچنان چشمش باز میشه نعمت میبینه، یعنی اینقدر نعمت ها رو ببین، اطراف ما نعمت است، ما این نعمت ها رو حس نمی کنیم و به همین دلیل نعمت رو تبدیل به نقمت می کنیم. آنچنان این نعمت ها رو این حس می کند و احساس می کنه که از شکر این نعمت ها عاجز است. اینو بنده قبلا عرض کردم، اگر انسان بخواد شکر نعمتی رو به جا بیاره، عملا ها، عملا من میخوام شکر نعمتی رو به جا بیارم، وقتی موفق بشم که شکر این نعمت رو به جا آوردم، خود این یه نعمتی، خود همینی که به جا آوردم یه نعمته، خود این نعمتم شکر میخوام. اگر موفق شدم که شکر این نعمت، یعنی شکر این شکر رو هم به جا بیارم، باز اون شکره باز یه نعمته، یعنی برای شکر باید شکر کرد چون یه نعمته، برای شکر 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 و برای شکر 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 شکر، همینطور شکر 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 شکر، این مسئله مطرح میشه. حیرت ناشی از مشاهده نعمت و عدم شکر، حیرت ناشی از ناتوانی از ادای حق معرفت، دوتار تعیر میشه که نمیتونم این معرفت رو، یعنی مثل اینکه شما با یه آدمی مواجه میشید، یه مدتی با اون هستید، بعد نگاه میکنید که این چقدر استثنائیه، این چقدر غیر قابل پیشبینیه، این چقدر لایه ها و ابعاد داره، متحیر میشید از اینی که نمیتونید اون معرفت کامل رو پیدا بکنید. و حیرت عبارت است از انتهای علم انسان به خدا. اینا تعاریفی است که بنده برای حیرت بیان کردم، باز دو مرتبه تکرار کردم در اینجا و اون اشعاری که امروز خونده شده، نه چنان حیرت که پشتش سوی اوست، بل چنان حیرت، بل چنان حیران و غرق و غرق غرق و مست دوست. بعد در دفتر اولم راجع به تعویل آدم، این رو براتون خوندن حتما، تعویل آدم مولانا بیان میکنه، همون داستانی که خدمتون عرض کردم. خب حیرت پسندیدم در دفتر اول، باز این ابیاتم براتون خوندم، یعنی این خانم ها براتون خوندن، کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم این ضرورت میدهد، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. توجه بفرمایید، مولانا میگه زمانی شما دین دارید که شما دچار تحیر باشید. پس بنابراین این همه آدم که دین دارن، اینا کجا دچار تحیرن؟ خیلی ها یه دین ساده ای دارن و از کنم یه دین تقلیدی از پدر و مادر، یه سلسله آداب، یه سلسله سننی رو اینا اجرا، همطور که میرن سیزده به در روز عاشورا هم باید برن یه جا قیمه بگیرن، روز جهانی قیمه است، یا یه اشکی بریزن استخونشون سبک بشه. این اصلا میگه آقا این خیلی دین، این دین همینه دیگه، این نمازمو به این شکل میخونم، روزمو به این شکل میخونم. بله، من کلیپ یکی از آقایون روحانیون رو امروز صبح گوش دادم که ایشون دقیقاً در تلویزیون این بحث رو مطرح کرد که نماز انقدر مهمه که حتی اگر یکی سارقه و دزده، قبل از اینی که بره دزدی نمازشو بخونه. اصلا داریم روایت، اون ایشون میگه ها، این روایت ها الان از تو جیبشون در میاد، که اگر خواست بره دوزی نمازشو بخونه. بعد میگه خب هست، این کلیپشو ببینید، ساختگی هم نیست، واقعیه. بعد میگه که خب حالا تو خونه که میخوام برن دوزی کنن، همون خونه هم نگاه کنن آفتاب داره، میره همونجا تیمم کنن یا وضو بگیرن و نماز بخونن. خب این یه دینه دیگه، این دین کجا تحیر میاره که حالا ما نمیفهمیم، که در اونجا میگه که ما نمیفهمیم که این دوزای ما نماز خونن یا نماز خونای ما دوزن. این که این دین، دین تقلیدی است، این دینی است در سطح یک دین تقلیدی روی دنده اتوماتیکی که خر برفت، یعنی اون داستان خر برفت و همه شما میدونید داستانش رو، که وقتی میگه خر برفت، داستان اون صوفی، کسایی که نشنیدن بشنون که صوفی بوده، قدیم صوفی ها سیر سلوک میکردن تو شهرها، یه صوفی وارد شهری میشه و عرض میکنم خدمتون که وسیله نقلیه‌اش هم که الاغ بوده دیگه، مثل الان که دم هتل میرم سویچ شما رو میگیرم میگم ما پارک میکنیم، اون موقع هم دم در عرض کنم که چیز، دم در
این خانقاه ها یه شخصی بوده که الاغ اینها رو میگرفته، خر اینها رو میگرفته. این صوفی وارد خانقاه میشه و این صوفی هایی که اونجا بودن، چون اکثر صوفی ها شکم پرستم هستن، البته اون صوفی های عالی رو نمیگم، اینا که خب حالا مولانا میگه که از یکیشون، از هزاران صوفی یکی صوفی خواهد شد، بقیه در ظل دولت او هستن، میدونید این رو. بعد خلاصه وارد میشه و اینا هم چند روز روزه گرفته بودن و مواجب نداشتن، حقوقی نداشتن، پول نداشتن، خیلی گرسنه‌شون بود. نقشه میکشن میگن این غریبه، این خر شما بفروشین و با پولش سورستاتی را بندازین. و این با اون دربون صحبت میکنن، با اون کسی که، و میگن این خر اینو ببر بفروش. آقا من جواب اینو چی گفتم؟ حالا باهاش صحبت میکنیم، بعدا باهاش صحبت میکنیم، راضیش میکنیم. میرن خر رو میفروشن و میان، خلاصه یه سفره بسیار رنگینی هم ایجاد میکنن. دو قبل از اینی هم که این سفره رو پهن کنن، وقتی میبرن خر رو بفروشن، میان و داخل خانقا یک سماعی میکنند و رقصی و ضربی و اون میزنند و با صدای بلند خر برفت و خر برفت و خر برفت، همینطور هی با هم خر برفت و جمعیت خر برفت و خر برفت و خر برفت. بعدش سفره رو پهن میکنند و غذا میخورند و خلاصه فردا صبح آقای غریبه میاد میگه که آقا خر ما چی شد؟ میگه آقا خرتون، میگه چی خر ما چی فوت کرده، مشکلی براش پیش اومده، مریض شده؟ گفت نه، ما آقا خر شما رو فروختیم. اه برای چی فروختی این خر من؟ همه سرمان خر من. داستان سفره رو بیان میکنه، میگه پس چرا نیومدی اجازه بگیری؟ این دربون میگه من چند بار اومدم و دیدم که شما اون وسط اینا که دارن میرقصن، میگن خر برفت و خر برفت، از همه بهتر میرقصیدی و میگفتی خر برفت و خر برفت و خر برفت. خلاصه یه فکری کرد، گفت به خدا من نمیدونستم چی دارم میگم، من نمیفهمیدم چی دارم میگم، که مولانا میگه خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بران تقلید باد. یه دین تقلیدی، این اصلا در این تحیلی وجود نداره. خب اما اینجا میگه کار دین این است که حیرانه دار. یعنی اون دین مولانایی و کار دین روزن کردن است، یعنی پنجره ها رو باید چی کار بکنی؟ باز کنی. خب علل بروز حیرت، این علل بروز حیرت هم مولانا اومده بحث کرده که تجلی حضرت معشوقه، که عرض کردم خدمت، تغییر حالی که در انسان صورت میگیره، این شکل که من دارم ای خواجه کرا مانم، یک لحظه پری شکلم یک لحظه پری خانم، در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم، هم دودم و هم نورم، هم جمع و پریشانم. خب دقت بفرمایید، برای اینکه این حیرت برای ما بهتر جا بیفته، من امروز دو تا غزل هست که دیگه تمامه، اون اشعار رو هم گفتم که قسمت پایانی دفتر چهارم، احتیاج نیست راجع به حسام الدین است و روابط با مردم، ولی اصلش همین حیرت است که میگه حیرت آمد، حیرت اندر حیرت آمد، زین قصص قصه معراج پیامبر که مطرح میشه در اونجا حیرته. و قصه های مختلف، داستان عرض کنم که مواجهه حضرت موسی با خضر، که بنده مفصل اینو بحث کردم که در قرآن که موسی با اون عظمت طالب یک عبدی از بندگان صالح خدا میشه به نام خضر، و اینا سه تا کار پارادوکس رو انجام میده. اول که سوار کشتی میشن، و بعد عرض کنم که حالا کشتی که داره حرکت میکنه مال مسکینان بوده این کشتی، اون خضری که استاد بوده، یعنی نگار بوده، یعنی پیر کار بوده، شروع میکنه کشتی رو سوراخ کردن. حضرت موسی اعتراض میکنه، اولاً با شرط کرده بوده اگر میخوای تو این سلوک قرار بگیری، در برابر کاری که من انجام میدم سوال نباید بکنی، که اینجا سوال میکنه، اعتراض میکنه که چرا این کشتی رو سوراخ میکنه. در نوبت بعدی اینها وارد شهری میشن و یک کودکی بوده، یک غلامی بوده، کودک نبوده، یه غلامی بوده، خضر سر این غلام رو میبرده، یعنی میخوشدش بوده. باز اینجا موسی اعتراض میکنه که به چه گناهی این پسر بچه رو کشتی؟ اینا داستانش رو میدونه. در مرحله سوم وارد شهری میشن، شهر اصلا از اونا پذیرایی نمیکنه، تشنهشون بوده، گرسنهشون بوده. بعد یه دیواری داره خراب میشه، به موسی میگه که باید کمک کنی، این دیوار رو ما اقامه کنیم. که موسی تعجب میکنه، میگه این چه کاریه تو این شهر؟
و بعد حکمت این رو یکی یکی بیان میکنه. در اون مبحث تفسیر سوره کهف بنده بیان کردم، مراجعه بفرمایید. داستان موسی و شبان در مثنوی یک بخش مهمش مربوط میشود به اون تحیری که خود اون چوپان پیدا میکنه و تحیری که خود موسی پیدا میکنه، و خیلی زیبا در داستان موسی و شبان بیان شده. اگه من میخواستم همه اینها رو برای شما بیان بکنم، هر کدام از اینها احتیاج دارد به یک شرح و تبیینی که وقت شما گرفته میشه. یک غزل هست در غزل شماره 1095 در دیوان شمس که این رو عزیزان خوندن و میدونن. مولانا در اینجا یک تحیری رو برای ما بیان میکنه. میگه داد جارویی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. میگه که یک نگار، اینجا نگار یعنی پیر کار، یعنی اون انسان کامل یا خود حضرت حق، نگار دیگه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. بله، یک شبه یادم میره، امروز ابیات بیت دوم یادم میره، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، بله چیه، درس آموز صد مدرس شد. ببخشید من یادم رفت. این نگار که در اونجا مطرح میشه، اون این نگار در این عبارت به معنای پیر کار هست، به معنای اون استاد هست. میگه آمد چه کار کرد؟ یه جارویی داد دست من. بله، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بله، این بیت دوم. داد جارویی به دستم آن نگار، یه جارویی به من داد و گفت برو از دریا غبار را برانگیزان، برانگیزان غبار. خب اینا همه خیلی، این غزل پر از سیمبوله و توش پر از حیرت است، حیرت اندر حیرت، مثل یه خوابه. و یه غزل دیگه هم هست که حالا اگه رسیدیم من اون غزل رو هم خدمتون میگم. این جارو که در اینجا گفته میشه، این جارو عبارت است از عقل، یعنی اون مرتبه ابتدایی. عقلم دچار تحیر میشه، با این عقل میگه برو. و این دریایی که در اینجا مطرح میشود، همه عزیزان این رو میدونن که مولانا خیلی دریا رو دوست داره و دریا رو ستایش میکنه، از این جهت که دریا او رو میبره به یاد اون معشوق ازلی، چون دریا تقریبا بیکران است، وحدت و بساطتی که دریا داره، اینا رو من قبلا بحث کردم، یا این دریا نعمتهایی که درش هست، و این دریا به همه نعمت میده، اشرفی میده، در میده، ماهی میده، حتی کسایی که از دریا دورن، اینا سیمبل و نماد حضرت عقل دیگه، حتی کسایی که از دریا دورن، دریا به اونها رحمت خودش رو میرسونه، به خاطر اینکه ابرها از دریا شکل میگیرن و بعد میرن در سرزمین اونها باران باریده میشه. دریا یک حالت جلال و عظمتی داره که کشتی ها رو در خودش خورد میکنه. این دریا سیمبل وحدت که به اصطلاح عارفان رو مولانا ماهیان بحر پاک کبریا میداند، اینو قبلا بنده عرض. خب این دریا یعنی همین هستی و همین عالمی که شما باش مواجه هستی، و یا این دریا چون خودت همه هستی هستی، دل انسان است، اون قلب انسان است. در اینجا چه میگه؟ در اینجا میگه که این به من با گفت با این عقلت و با این فکرت برو غبار خودخواهی، غبار حسرت، غبار غم، غبار اندوه، غبار حرص، غبار حسد، غبار کبر، غبار شخصیت نمایشی و دنبال مداح بودن و ستایش، اینا همه غباره، این غبارهای منفی، و غبار علم، غبار عبادت، غبار این که من کیم، من دارم حرف میزنم، از این دلت و از این زندگی پاک کن. این زندگی رو غبار گرفت، یعنی نفس، منظور از این غبار یعنی نفس، یعنی برو این دریا آلوده به نفس شده است، این آب آمیخته به نفس شده. داد جارویی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. غبار رو از روی دریا بردار. خب اینجا تعیّر دیگه، غبار که روی دریا نمیشینه، این سیمبولیکه. ولی توجه داشته باشید، این که میگیم سیمبولیکه اشاره شاعرانه نیست،
دقت میکنید قبلا اینو گفتم، این حقیقتی است که داره مشاهده میکنه. این اشاره میکنه شاعرانه، قبلا این رو من در بحث خیال مفصل برای شما توضیح دادم. داد جارویی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان حباب. خب این جارو، من با این عقلم میتونم اداره کنم خودم رو و مدیریت بکنم خودم رو. خب البته عقل را خدا داده، اما میگه نه، میایید در یک مرحله بالاتر، این عقل دیگه توان نداره، جبرئیل از اونجا به بعد دیگه نمیتونه با تو بیاد. باز آن جاروب را زاتش بسوخت. این جاروبی که به دست من داده بود با یه آتشی این رو سوزاند. اون آتش، آتش عشق است. آتش از این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش مطهره، یعنی در آتش اگه چیزی بندازید ناپاک باشه پاک میشه. آتش حرارت میده، انرژی میده. آتش به سمت بالاست، آتش نور داره. اینا همه نماد عشق. مولانا عشق رو تشبیه به آتش میکنه دیگه. بنابراین این عشق، عشق که داریم میگیم، یعنی دیگه وقتی که عاشقی، اون تناقضهایی رو که میبینی همون تناقضها رو هضم میکنی. اصلا شما وقتی عاشق کسی هستی تناقضهای او رو هم هضم میکنی. تناقضهای او، یعنی چهره جلالی داره این معشوق تو، چهره جمالی داره، گاهی نقدت میکنه، گاهی بهت پرخاش میکنه، گاهی دستتو میگیره. این در این مرحله این عشق آتش است. گفت که از آتش تو جاروبی برار. از همین آتش عشق حالا یه جاروب دیگه درست کن که با اون میتونی بهتر زندگی کنی. کردم از حیرت یا حیرت سجودی پیش او. یعنی اینجا من به یک تسلیم رسیدم. سجده ای که در اینجا مطرح می شود، سجده به معنای خضوع، به معنای تسلیمه. شما وقتی که به سجده می افتید، در اون افتادن به سجده شما به یک خضوعی و به یک تسلیمی شما می رسید. اون تسلیم رو داره میگه تسلیم شدم، تسلیم عشق شدم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، ای دوای نخوت و ناموس ما. این دوای نخوت و ناموس میاد و من تسلیمش میشم، تسلیم این آتش میشم. خب حالا وقتی که من به اینجا رسیدم یه حیرت دیگه، اون حیرت این است که از من خواستن که وقتی که میخوای سجده کنی باید بی ساجد سجده کنی، یعنی ساجدی نباید باشی. گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. حالا که میخوای تسلیم بشی بدون ساجد باشه. ببینید این وحدت دیگه، درسته؟ یعنی وقتی که من در معشوق ذوب میشم، یعنی وقتی که قصد کردم اون مرحله تحیر و فنا، مثل این است که شما یه باغچه 20 متری داشته باشی ولی پشت این باغچه 20 متری یک جلگه بزرگ و یک باغ بسیار بزرگه، اما شما دیوار کشیدی. وقتی این دیوار رو برمیداری، این باغچه شما متصل به اون گستردگی میشه، قطره متصل به دریا میشه. خب دیگه منی اینجا باقی نمیمانم. دقت فرمودید؟ فلما تجلا للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا. وقتی موسی گفت من میخوام تو رو ببینم، گفت نمیتونی تو هم خودت باشی هم منو ببینی. اصلا این پارادوکسه، انا الحق خودش یک پارادوکسه. انا من حقم، این غلطه. منتها خب پارادوکسه دیگه. این پارادوکسو عارف مشاهده میکنه، میگه انا الحق، یعنی اینجا تناقض نیست، در عین حالی که حق ظهور پیدا میکنه ولی منم هستم. آخه من کجا هستم؟ اینجا میگه این گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. آه بی ساجد سجودی چون بود. میگه در اینجا میگه که چگونه میشه که بی ساجد من بتونم سجده بکنم. گفت بی چون باشد و بی خار خار. یعنی این سجده ای که ما داریم بیان میکنیم هیچ گونه چونی ندارد. خب این وقتی که چونی ندارد به عقل در نمیاد دیگه، یعنی هیچ کیفیتی ندارد. شما هر چیزی که بخوای با عقل درک بکنی میبری توی مقوله. این مقوله مقوله عدده، این مقوله مقوله متره، این مقوله مقوله کیفه، این مقوله مقوله زمانه، این مقوله مقوله مکانه، اما این دیگه بیچون است. گفت بیچون باشد و بی خار خار. یعنی تو
با همه وجودت سجده میکنی. خار خار درش نیست، خلجانی درش نیست. خب حالا باز تحیر دیگه ای رو اینجا مولانا مطرح میکنه. گردنک را پیش کردم گفتمش، ساجدی را یا ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. خب حالا من میخوام سجده بکنم، یعنی تسلیم بشم، اما تا زمانی که این من مطرح هست، یعنی اون من کاذب، نمیتونم سجده کنم و نمیتونم تسلیم بشم، گردنک خودم رو، یعنی اینی که اسمشو گذاشتم گردنک، این گردنک یعنی گردن کوچیک برای تحقیرم هست، من گردنم رو بردم، یعنی به مرگ عارفانه رسیدم. مرگ عارفانه نه، من مرگ فیزیکی، من به مرگ عارفانه رسیدم. گردنم رو آوردم و گفتم که با ذوالفقار، یعنی شمشیری که اون شمشیر را پیر کار امام علی به او داده، با این شمشیر منو، یعنی با روش علیوار، با روش علیوار، ذوالفقار که اینجا داره میگه چگونه علی توانست خودش رو فنا بکنه در داستانی که خدو انداختن فرد کافه بر صورت حضرت علی. من میخوام با ذوالفقار او، یعنی با منش او، با روش او گردنمو بزنی. گردنمو بزنی چی؟ یعنی منیت من اینجا یواش یواش ضعیف بشه، ضعیف بشه، ضعیف. اگه من میخوام به اون مقام تحیر برسم، باید این منیت من یواش یواش چی بشه؟ ضعیف بشه، ضعیف بشه. گردنک را پیش کردم گفتمش، ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. تیغ تا او بیش زد سر بیش شد. یعنی من وقتی که سر من رو، یعنی این منیت رفت کنار، من کثرت پیدا کردم، من سعه پیدا کردم، من بزرگ شدم، سرهای متعدد در من ایجاد شد، احساس بزرگی کردم، یعنی انرژی دریافت کردم. میفرماید که تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر صد هزار، صد هزار سر دیگر در من ایجاد شد. اینجاییست که میگه که وقتی که شما میدهی، از دست میدهی، شدت پیدا میکنی. از جمادی مردم و نامی شدم، یعنی سر نامی پیدا کردم، دیگه جمادی نیستم. و از نما مردم ز حیوان سر زدم، وقتی اومدم تو حیوان من سه بعدی شدم، یعنی هم سر جمادی دارم، هم سر نامی دارم، هم سر حیوانی. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم چیز مردم کم شدم. اون آدمی که شدم سرهای متعدد، بار دیگر از ملک پران شدم، آن که در وهم نایت آن شدم. اینا رو داره در اینجا برای ما بیان میکنه. من چراغ و هر سرم همچون فتیل، یعنی معرفت در من به ظهور رسید، من چراغ شدم، مصباحی شدم که نور الهی در او میتابد. هر طرف اندر گرفته از شرار، تمام نور و روشنایی، همینطور قندیل پشت قندیل، نور پشت نور، شمع‌ها می‌ورشد از سرهای من، روشن میشه از سرهای من، یعنی از این شخصیتی که این همه ابعاد پیدا کرده. شمع معرفت گفتیم که در اونجا همه این هفت شهر عشق با هم دیگه، در اونجا اون معرفت هم هست. شرق تا مغرب گرفته از قطار. مولانا میگه که وقتی که من از اون منیت خودم دست برداشتم، مرده شدم زنده شدم، گریه بودم مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. همین الان شرق و غرب رو گرفته، نگرفته؟ الان در کانادا، در ویرجینیا، در ایران، در افغانستان، در پاکستان، در فلیپین، در فلسطین، در عصر دیجیتال تعظیم میکنن در برابر این اندیشه مولانایی. و شما نگاه بکنید که رومی رومی در این قسمت دنیای غرب و مولانا و این همه برکتی که مولانا ایجاد کرده است، شرق و غرب را گرفته است. حالا شرق و مغرب چیست؟ اندر لا مکان. من به یه تحیلی رسیدم که اصلا دیگه شرق و غرب مطرح نیست. شرق و مغرب چیست اندر لا مکان، یعنی در برابر لا مکان شرق و غرب چیه؟ حالا شرق و غرب چیه؟ شرق و غرب چی هست؟ مولانا میگه گلخنی تاریک و حمامی بکار. حمامی بکار
مولانا دنیا رو غالبا تشبیه به حمام میکنن و این حمام وقتی که میخواد روشن بشه یک آتیشخونه ای داره که اون آتیشخونه در اون آتیشخونه کثافات رو میارن میریزن و کسانی که در اون کثافات در اون آتیشخونه کار میکنن دائما دست و پاشون آلوده است، اصلا تو حمام هم نمیتونن بیان. اهل دنیا به همین شکلن، یه عده میرن تو اون حمام خودشون تمیز کنن و یه عده هم گرفتار این گلخن هستن. مولانا میگه از این گلخن و حمام باید بیای بیرون و شرق و مغرب یعنی همین دنیا، دنیای اعتباری که برای خودت ساختی تا بخوای به اون مقام تحیر برسی. ای مزاجت سرد، ای کسی که مزاجت سرد شده یعنی هیچ طلبی نداری، یه زندگی روزمره تکراری داری، کو تاسه دلت، اون طلب دلت کو، اون تاسه دل یعنی اون نگرانی دلت کو، اون دلشوریدگیت برای اینکه به شوریدگی برسی کو، اندر این گرمابه تا کی این قرار، برشو از گرمابه و گلخن مرو، نرو اونجا جای کثافات و آلوده، جامکن در بنگران نقش و نگار. میفرماید که جامعه خودت رو خلع کن از خودت، یعنی باز از اون همه حجاب ها و از همه اون تعلقات بیرون بیای تا ببینی، یعنی باز به اون مقام تحیر برسی، نقش و نگار را ببینی، تا ببینی نقش های دلربا، تا ببینی رنگ های لاله‌زار. چون بدیدی وقتی که به این مقام تحیر میرسی همه این کثرت رو که مشاهده میکنی، توی همه این کثرت ها یه دری هست، یه روزنی هست، یه پنجره ای هست، یعنی همون بی صورت بر تو ظهور پیدا میکنه. میفرماید که چون بدیدی سوی روزن در نگر، کان نگار از عکس روزن شد نگار، اون نگار از اون عکس روزن شد نگار، یعنی اون پیر دلربا و اون پیر کار از این و الا این همه تحیر تو پیدا بکنی اصلا ما حالا به این مقامات هم برسیم. اصلا هدف این نیست که ما به این مقامات برسیم اصلا و ابدا، هدف این است که ما عوض بشیم. شش جهت حمام و روزن لا مکان، شش جهت این دنیا مثل اون حمامه، یه پنجره هست که فکر نکنی باید تو این حمام بمونی، در اون پنجره تجلی پیدا میکند. شش جهت حمام و روزن لا مکان، بر سر روزن جمال شهریار، به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. شش جهت حمام و روزن لا مکان، بر سر روزن جمال شهریار، خاک و آب یعنی همین انسان و همین موجودات از عکس او رنگین شده، این تجلی اونه، جان بباریده جان داده است به ترک و زنگبار، یعنی خداوند یک رحمت واسعه دارد، هم به ترک سیمبل انسانهایی که اصحاب یمین هستند یعنی سفید رو هستند، خب یعنی باطن سفیدی دارند، زنگبار نماد اصحاب الیمین است که در اینجا ذکر می شود. مولانا میگه که بسیار خوب، من این تحیر رو براتون بیان کردم. بله میفرماید که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست، روز رفت و قصه ام کوتاه نشد، حرفایی که از این نگار گرفتم کوتاه نیست، ای شب و روز از حدیثش شرم سار، یعنی وقتی من بخوام این تحیر خودم رو بیان کنم شب و روز شرم سار بشم. شاه شمس الدین تبریزی مرا مست می دارد، یعنی همون نگار، خمارن در خمار. خب یه غزل دیگه است، نمیدونم شما خسته شدید، قطعا خسته شدید، ولی اجازه بدید این غزل رو هم من بخونم و دیگه شما رو به خدا بسپارم که به سوالات جواب بدید. در این غزل، غزل شماره 152 می فرماید دوش آن جانان ما افتان و خیزان، یک قبا مست آمد با یکی جامی پر از صرف صفا. ببینید این باز داره اون تحیر رو بیان میکنه. مولانا میگه که اون جانان ما، جانان یعنی ما یک جان داریم و یک جان جان داریم و باز یک جان 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 داریم، از همه اوهام و تصویرات دور
نوره 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 نور. خب حالا در اینجا چی میگه؟ میگه من در این مقام تحیر اینطوریه که دیدم جانان ما افتان و خیزان یک قبا داره میاد. افتان و خیزان یعنی چی؟ یعنی تجلیات حضرت حق و ظهور او و باطن او، یعنی تجلیات ظهوری و تجلیات باطنی، یعنی خداوند افتان و خیزان بر من تجلی میکنه. افتان و خیزان اینجا یه دفعه دستمو میگیره، یه دفعه نه دستمو نمیگیره، هولم میده، شکلهای مختلف من اینها رو دارم همه رو میبینم. گفتم اول صحبتم که این تحیر مال اون مقام تناقض دیگه، یعنی این به این تناقض میرسه، جانان ما افتان و خیزان اما یک قبا هست. یک قبا یعنی چی؟ یعنی مجرده، یعنی صورتی نداره. این که افتان و خیزان است بی صورت است، یک قباست، وحدت داره. مست آمد، این مست خودش مست اومد، خود حق مست است، خود حق مست است، برای اینکه ما رو مست میکند. اگه کسی مست نباشد که نمیتونه مست بکنه. مستی حق یعنی این که خداوند عاشق جلال و عاشق جمال و عاشق کمال است. کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. مست آمد با یکی جامی، با یه جامی اومد پر از صرف صفا، یعنی صفای صرف، صفایی که هیچ شائبه‌ای درش نیست، صفایی که هیچ گونه حجابی درش نیست، خوردریز درش نیست. جام می میریخت ره ره زان که مست مست بود. جام میش رو میریخت. حالا این جانان ممکنه حضرت حق باشه، ممکنه باز همون نگار باشه، اشکالی نداره، چون وحدت وجود در اینا یکی هم دیگه. جام می میریخت و ره ره زان که مست مست بود، یعنی قدم به قدم و نفس به نفس وقتی که من میدیدمش میبینم هی داره ما رو مست میکنه. صد هزاران یوسف از حسنش چون من حیران شده. جام می میریخت ره ره زان که مست مست بود، خاک ره میگشت مست و پیش او میکوفت میکوفت پا. در داستان عشق مولانا میگه که کوه، بله در اونجا که دارد که باز من یادم رفت، که در اونجایی که مولانا میگوید که از عشق کوه به رقص آمد، در اونجایی که تجلی میکنه، بله حالا بله در اونجا در دفتر اول هست، مراجعه بفرمایید، میگه که خود خاک، خاک ره میگشت مست و پیش او میکوفت پا. یعنی اینقدر تاثیرگذار بوده، تبدیل رو میخواد بگه. ما خاک ره، این تبدیل در اینجا صورت میگیره. صد هزاران یوسف از حسنش چون من حیران شده، یعنی زیبایی هایی من میبینم که در برابر این زیبایی های اینو، اون اصل 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 زیبایی رو من دارم حس میکنم. ناله میکردن که پیدای پنهان تا کجا، ناله میکردن اینا تو کجایی، این کجا که داره میگه، اون که کجا نیست، این قطعا در شعر که داره مولانا بیان میکنه، یعنی اینها به دنبال او هستن. اینما تولو فسم وجه الله، به هر جا نظر بکنی وجه الله را میبینی. جان به پیشش در سجود از خاک ره بود بیشتر، یعنی جان عارف در برابرش اینقدر تسلیم بود حتی بیشتر از خاکی که در برابر او خاضع شده است. این خضوع یعنی انسان به اصل اصل اصلش برگرده، راه نجات شه، و اون اصل اصل اصلش فقره. وقتی من به اصل اصلم برگشتم، این طلب در من ایجاد می شود. عقل دیوانه شده نعره زنان که مرحبا سهلا و اهلا، مرحبا خوش آمدید. عقل دیوانه شده، یعنی عقل هم اینجا مست میشه، چون عقل خودش رو خلع میکنه که من دیگه نمیتونم، یعنی مست شده. چون اگه عقل مست نشه که میگه من میتونم. جیبها بشکافته، یعنی اون عارفان اومدن تمام حجابهای خودشون رو و پرده هایی که در وجود اونها مانع بین اونها و محبوب، همه اینها رو دریدن. چگونه دریدن؟ دریدن اون پرده ها اینه که اینها عرض میکنم تو مسیر و توی متدی رفتن که در برابر خلق خاضع بودن، مدارای با خلق میکردن. اینا روشاش دیگه، مدارای با خلق و اینی که من کبر، تمرین تواضع بکنم در برابر کبر، تمرین شادکامی بکنم در برابر غم، تمرین خیرخواهی بکنم در برابر حسد.
این تمرین ها جیب ها بشکافته، همه این حجاب های ظلمانی رو بشکافته، جیب ها بشکافته، آن خیشتنداران زعش دل سبک، دلشون سبک شد. دل سبک که میشه یعنی چی؟ دل توش کبر نیست، دل توش بدخواهی نیست، دل توش حسد نیست، دل توش خودخواهی نیست، دل سبک شده، چون دل حرم الله هست. دل سبک مانند کاه و رویها چون کهربا، کهربا زرد بوده، روی اینها زرد شده است. حضرت علی خطبه ای دارد به نام خطبه متقی که در اونجا صفات انسانهای رها رو بیان میکنه. بسیار خطبه زیباییست که یه شخصی به نام حمام میفرماید که برای من بیان کن. خیلی داستانش مفصله، من این خطبه رو شرح کردم که در اونجا وقتی که خطبه تمام میشه اون حمام جان به جان آفرین تسلیم میکنه. در یه قسمتی مولانا حضرت علی میفرماید ینظر الیهم، به این سبکدلان، به این متحیران، به این عاشقان، وقتی که مردم به اونها نگاه میکنن، ان ناظر، کسی داره به اونها نگاه میکنه، میگه اینا دیوونن و اینا مریضن، فیحسبهم مرضا، اینا مریضن و ما بالقوم من مرض، اینا مریض نیستن. و یقول، میگوید، یعنی کسی که دینگام گنگه لقد خولتو، این قاطی کرده، خولتو مخلوط، مخلوط شده، خلاصه این دنگ کرده، مخلوط شده است، قاطی کرده، شوت شده. ولقد خالتهم امر عظیم، حضرت علی میفرماید شما نمیدونید که اینا امر عظیمی اینها را دوچار این دیوانگی کرده. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو، اندر دل آتش درا، پروانه شو، پروانه شو. اینو بعدا مراجعه بفرمایید. عالمی کرده خرابه از برای یک کرشم، یعنی یک کرشمه که میکنی، کرشمه یعنی غمزه با چشم ابرو، یعنی اون جلال خودش رو نشون میده، اون قدرت خودش رو نشون میده. عالمی کرده خرابه از برای یک کرشم و از خمار چشم نرگس، چشم نرگس خماره دیگه، چشم خمار هم خیلی آدمو از این رو به اون رو میکنه و اینجا نماد زیبایی محضه. و از خمار چشم نرگس عالمی دیگر هبا، عالمی دیگر اصلا هبا شده، یعنی بود شده، همه چیز تحت تاثیر قرار. ببینید، توجه فهمید، اینها شعور مولاناست. این شعور مولانا از یک شعوری برمیخیزد و اون شعور درک حیرت است، حیرت عاشقان. هوشیاران سر فکنده جمله خود از بیم و ترس، یک طبقه رو مطرح میکنه که میگه اینها کسانی هستن که اصحاب یمین هستن و هوشیارند و درک میکنن، اما یک خوفی در وجود اونها هست، یعنی رابطهشون با خدا بر اساس خوف است، اما تا این خوفی که داریم میگیم خوف از عظمت است. پیش او صفها کشیده بی دعا و بی سنا. یه داستانی است در دفتر سوم، حتما مطالعه بفرمایید، داستان دقوقی، مقام تحیر رو ذکر میکنه. بعد در اونجا مولانا میگه اینها به درجه ای میرسن که از تحیر دعا نمیتونن بکنن. من گروهی میشناسم زاولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، چون نظام عالم رو دارن میبینن دیگه. هوشیاران بله صرف کنده جمله خود از بیم و ترس، پیش او صفها کشیده بی دعا و بی سلام. وان که مستان خمار جادوی اویند نیست، حتی اونایی هم که مستن هوشیار نیستند، اونهایی هم که مستن، وان که مستان، یعنی مقربین رو داره مطرم، وان که مستان خمار جادوی اویند، یعنی کسانی که مست چشمه زیبای او شدن، نیز اونها هم چون سنا گویند که از هستی فتاستند جدا. وقتی که اینا هستی ندارن دیگه، اینا دیگه ذوب شدن، چگونه میتونن دعا بکنن؟ در سوره عمه یتساءلون دارد یوم یقوم الروح، روزی که روح میاد قیام میکند، ول ملائکه صفن صفا لا یتکلمون، هیچ کس نمیتونه حرف بزن، زبانها بند میاد، گوی اون دلبر چو پران می شود، بله اون زبانها جمله حیران می شود، اون زبانها بسته میشه، حیران میشه. اینجا میگه که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، عرض کنم که هیچ کس نمیتونه حرف بزنه مگر کسی که خدا بهش اذن بده. من جفاگر بی وفا جستم که هم جامم شود، اینو دو جور خوندن، من
جفاگرم، پی با وفا بودم که منو نجات بده. این یه معناست. اما اینجا میگه من جفاگر بی وفا جستم، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. من دنبال یه بی وفا بودم، من جفاگر بی وفا جستم، یا پی وفا یعنی به دنبال وفا رفتم، که هم جامم شود پیش جام او بدیدم مست افتاده وفا. یعنی خود وفا هم از وجود او سریان پیدا کرده و مست او شده است. ترک و هندو، ترک یعنی اصحاب یمین، هندو یعنی اصحاب شما، ترک یعنی سفید رویان و سفید باطنان، و هند یعنی این سیمبل دیگه یعنی سیاهان. ترک و هندو یعنی میگه رحمت اینقدر واسعه میشه که حتی اونی هم که هندوست، اونی هم که سیاهه، وقتی که بیاد مست میشه. ترک و هندو مست و بدمستی همی کردن دوش، یعنی تو مقام تحیر من دارم میبینم کافر و مؤمن هم دارن مست میشن دیگه، اونجا اصلا کفر و ایمان معنا نداره. چون دو خصم خونی ملحد، ملحد دل دوزخ سزا، یعنی اینها با اینی که دوزخ سزا هستن، ببخشید اینا با اینی که دو تا شخصیتن، تیپولوژی روحی روانشون فرق میکنه، آنچنان بدمستی کردن که باید بگیم اینا رو تو آتش بندازن. گه به پای همدگر چون محرمان معترف، میفتادندی به زاری جان سپار و تن فدا. همین دوتا یعنی همین کافر و مؤمن، نماد کافر و مؤمن که در اونجا همه این تضادها رو همین حیرت حل میکنن. باز دست همدگر بگرفته، یعنی همین مؤمن و کافر، آن هندو و ترک هر دو در رو میفتادن پیش آن محروی ما، در رو میفتادن هر دوی اونها تسلیم میشدن. یک قدح پر کرد شاه و داد ظاهر آن به ترک، یعنی شاه به همین ترک که عرض میکنم که سمبل سپیدی هست به او یک قدح داد، و از نهان با یک قدح میگفت هندو را بیا، یعنی ناامیدش نمیکنه. خداوند دو تا رحمت داره، رحمت رحمانیه که ترک و هندو و آسمانی و زمینی و خاکی و افلاکی و زن و مرد و همه رو این شراب رو میده، و از نهان با یک قدح میگفت هندو را بیا، یعنی رحمت خداوند. ترک را تاجی به سر، خداوند یک تاجی گذاشت بر سر این ترک، کیمان لقب دادم تو را، تو ایمانیست، من این ایمان رو دادم. بر رخ هندو نهاده داغ کین کفر است. ها چرا؟ برای اینکه خداوند این شخصیت رو قرار داده، یعنی فعلهمها ها فجورها ها و تقواها. در سوره شمس میگه ما الهام کردیم به این انسان ها هم فجور را یعنی پرده دری را، هم تقوا را یعنی ترمز را یعنی پاکی را. دقت فرمودی؟ آن یکی حالا داره این حالت های میخواد بگه در برابر این تحیر و در برابر این مستی و در برابر این که این عزیز و این نگار تجلی میکنه، شخصیت ها فرق میکنن و هر کسی یه جوری برداشت میکنه. آن یکی صوفی مقیم صوفیه پاکی شد، رفته مقیم صوفیه، مقیم یه صومعه شد. وین مقامر، این قمارباز، در خراباتی نهاده رخت ها، رخت خودش رو نهاده، یعنی اومده تسلیم شده توی خرابه. این شکل ها و شخصیت های مختلف بود. چون پدید آمد ز دوران فتنه جان های حور، وقتی که این اومد و تجلی کرد، این چی بود؟ این چیزی بود که حورها را، حور سمبل زنان زیبا بوده، حورها را هم مفتون خودش میکرد. چون پدید آمد ز دوران فتنه جانهای حور، جام در کف سکر در سر روی چون شمس الضحا. وقتی که اومد تمام حالاتش رو داره بیان میکنه و همه اینها سیمبولیکه و همه اینها شطحه، برای اینکه نمیتونه بیان بکنه. ترس جان، یعنی وقتی که این اومد توی صومعه، اونایی که بودن با خوف مقابل مواجهه میکردن، ترس جان در صومعه افتاد زان ترسا سنم، یعنی اینی که اومد اینا وقتی که اونو دیدن فکر کردن اینم مثل عرض کنم که مسیحیان ترسا هست. میکشو زنار بست صوفیان پارسا، اما صوفیان پارسا می میخورن،
و زنار بستن. این زنار یه علامتیه در مسیحیت، در زرتوش یه علامتی بوده که میبستن به کمرشون، یک تاب بافته‌ای بوده که اینا مشخص باشن در بین مسلمان ها. میگه اینا زنار بستن، یعنی هر کدام بر اساس تیپولوژی روحی و روانی خودشون طوری با این تحیر کنار بود. وان مقیمان خراباتی از آن دیوانه تر می شکستن خمها و می فکندن چنگ و نه. اون مقیمان خراباتی هم اینطوری بودن، شور و شر و نفع و ضر و خوف و امن و جان و تن، همه اینها جمله را سیلاب برده می کشاند سوی الله. همه اینها رو گرفته و اینها در این مقام تحیر قرار گرفتن. این مقام یک مقام رؤیایی است، منتها رؤیای عارفانه، نه رؤیایی که بنده دارم. خب وقتی که این رؤیا تمام میشه، اینا از خواب بیدار میشن، نیمه شب چون صبح شد آواز دادن مؤذنان، یعنی اون کسایی که اذان میگن، ایها العشاق قوموا، حالا بلند شید، واستعدوا للصلاه، آماده بشید برای نماز. خود اون نمازم یه سیر و سلوک عارفانه است که متحیر میشه و میره، حتی از خودش غافل میشه و به همین دلیل وقتی که برمیگرده آخر نماز سلام میکنه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا، حتی بر خودش، و علی عباد الله الصالحین، چون من نبودم حالا اومدم دخوام به خودم هم دارم میبینم دارم سلام میکنم، و بر بندگان صالح خدا، السلام علیکم، سلام بر شماها که حاضرید. کدوما؟ اونایی که دارن او رو میبینن در اون مقام تحیر، یعنی اون فرشتگان، اون نازنین تنان، السلام علیکم، یا اولیایی که دارن او رو نظاره میکنن، و رحمت الله و برکاته، من هم سلام میکنم بر شما مجددا و برای شما آرزوی رحمت و برکات خدا رو میکنم.